سلام دوستان، آموزش این بار ما در مورد یه شلوار سرهمی زنانه است که میتونین هم برای زیر مانتو و زیر لباسی که برای بیرون میپوشین ازش استفاده بکنین، هم میتونین از پارچه های طرحدار برای این مدل لباس استفاده بکنین و برای عنوان لباسی که توی خونه میپوشین ازش استفاده بکنین که هم خیلی راحته و هم خیلی هم زیباست. مدلی که ما انتخاب کردیم داره شلوار دمپا گشاد، دمپای شلوار گشاده، دقت کنین. همچنین روی سرشانه و روی بازو ما حالت شنلی آویزان کردیم روش، دقت کنین. بعد یقم اینجا برش داره، این قسمت یقم برش خورده، هم در قسمت جلو و هم در قسمت پشت یقه برش خورده است و اینم که حالت شنل روی لباس آویزان شده، در قسمت پشت تا کمر زیب خورده و قسمت پشت بالاتنه شلوار و خود شلوار هم این قسمت پشتش کشدوزی شده، یعنی این دوتا از هم جدا هستن. برای تهیه سرهمی یا شلوار سرهمی برای افرادی که بلدن الگوی اولیه شلوار رو بکشن که مشکلی نداریم، اما افرادی که بلد نیستن الگوی اولیه شلوار رو بکشن، در همین کانال من آموزش شلوار رو در دو قسمت جداگانه، آموزش شلوار قسمت یک، آموزش شلوار قسمت دو براتون گذاشتم و کامل توضیح دادم که الگوی شلوار رو چجوری باید تهیه بکنیم. اما تفاوتی که این الگوی سرهمی با شلوار معمولی داره اینه که در قسمت کمر، به دلیل اینکه کمر شلوار رو شما جایی نمی‌بندین که حتما با کمر لباستون به هم برسن، باید فاصله‌ای که ایجاد میشه رو به اینجا اضافه بکنیم. حدود 5، حداقل 5 سانتی متر شما باید به این قد در این قسمت کمر اضافه بکنین. چرا؟ چون ما میخوایم روی این کمر شلوار کمر بالاتنه رو بدوزیم و چون کمر بالاتنه در حالت عادی منطبق روی کمر شلوار قرار نمیگیره، حتما باید این فضا رو بهش اضافه بکنیم، هم در قسمت پشت و هم در قسمت جلو حداقل 5 سانت به این قد کمر باید اضافه بشه. و مطلب بعدی، اگه شما میخواین اینو چینکش بکنین کمرتون و کمر سرهمی، شلوار سرهمی رو، لازم نیست ازش پنس بگیرین. اگه نمیخواین مدل دار باشه و پنس داشته باشه، باید محل پنس هم اینجا در هر دو قسمت جلو و پشت مشخص بکنین و اینجوری الگوی شلوارتون آماده میشه. اگه دقت کرده باشین الگوی شلوار در قسمت پشت دارای فاق بلندتری از قسمت جلو، به خاطر اینکه در قسمت پشت برجستگی باسن وجود داره و باید حتما این کار رو انجام بدین که من اینو به طور کامل در الگوی اولیه شلوار براتون توضیح دادم. و بعد چرا اینو حالا ما اینجوری الگوشو سر و ته گذاشتیم؟ چون ما میخوایم پارچه کمتری رو مصرف بکنین و برای اینکه الگوی شلوار رو روی پارچه بذارین، به شرط اینکه پارچه‌تون اگه گل داره، اگه طرح داره، قهر و آشتی باشه و همچنین به شرط اینکه پارچه‌تون خواب نداشته باشه، میتونین اینجوری الگوتون رو بذارین. در غیر این صورت اگه مثلا مخمل باشه یا پارچه‌تون طرح جوری باشه که از یک طرف باشه، نمیتونین الگو رو اینجوری بذارین. الگوی مورد نیاز برای بالاتنه همون یه الگوی ساده بالاتنه داشته باشین. اگه خواستین این پنس زیر بغل داشته باشه، لباستون زیباتر در میاد و سعی کنین حتما این پنس رو داشته باشین. این الگوی بالاتنه تا روی کمره و برای قسمت جلو الگوی بالاتنه روی دلای بسته پارچه قرار میگیره. قبل از اینکه این کار رو روش انجام بدین، الگو باید در این قسمت، ما این یقش رو ازش جدا کنین، اول طرح یقه رو مشخص بکنین، میخواین با بازیه یقتون چقدر باشه. کاملا اینو که مشخص کردین، بعد از این کار میایین از این گوشه تا اینجا 3 سانتی متر میایین پایین، از گوشه گردن تا سرشانه 3 سانتی متر میایین پایین، دوباره شکل حلقه گردن رو میکشین و این قسمت رو قیچی میکنین. برای
قسمت پشت هم همین کار میکنه، از سر شانه 3 سانتی متر میان پایین، از گردن وسط پشت هم 3 سانتی متر میان پایین، دوباره شکل یه قرار رسم میکنین، قسمت هم قیچی میکنین. موقعی که میذارین روی پارچه، این میره رو دولای بسته، از این خط میره رو دولای بسته و این خط هم از اینجا میره رو دولای بسته. فقط این میره رو دولای بسته یک بار تکرار میشه، ولی این قسمت رو باید دو بار تکرار بکنیم، چون ما میخوایم از این قسمت داخل گردن اینو دوخت بزنیم و برگردانیم و اینجا باید روی لباس دولایه باشه، چون باید این قسمت گردن دوخت داشته باشه. همچنین برای قسمت پشتم اینو میذاریم رو دولای باز از این خط، چون ما میخوایم اینجا زیبیا جا دومی داشته باشیم، و همچنین برای این قسمتم اینو دوباره از اینجا میذاریم رو دولای باز پارچه، اما دوبار میذاریم رو دولای باز پارچه و این قسمت داخل گردنشو دوخت میزنیم و بعد اینو دوباره به هم دیگه وصل میکنیم. البته قبل از اینکه این دوتا رو به هم دیگه وصل کنین، باید این قسمت آبشاری که ما میخوایم روی سینه و یا روی بازو داشته باشیم را حتما قبلا آماده کرده باشین و بین این دوتا باید وصل بشه، هم یقه و بالاتنه را که به هم وصل میکنیم قبلش باید اینو وصل کرده باشیم. اما برای تهیه این قسمت آبشاری یا کلوشی که میخوایم روی سینه و روی بازوی ما آویزان باشه، شما باید در نظر بگیریم این فضایی که اینجا ما به این قسمت دادیم، از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا هر چقدر شد این دوتا را به هم اضافه بکنین، مثلا این شده 17، اینم شده مثلا 18، این دوتا را به هم دیگه اضافه میکنین مثلا شده 35، اینو تقسیم بر دو بکنین میشه این خط. حالا این خط رو چجوری به دست میارین؟ اول شما بیاین این دوتا اندازه را به دست بیارین، پارچه تون چهار لا بکنین و باید یک ششم این اندازه رو از این قسمت، از اینجا تا اینجا بیاین پایین، از اینجا تا اینجا بیاین پایین و دوباره از اینجا تا اینجا بیاین پایین و این هلال رو رسم بکنیم. حالا این هلال رو حتما کنترل بکنیم. اگه این هلال که اینجا رو چالا داشتیم نصف اندازه این هلال تا اینجا شد، این دیگه درست در اومده. اگه نه باید اینو منهای یک بکنیم، کم و زیادش بکنیم تا این هلال به دست بیاد. بعد اینو قیچی میکنین و این شکلی میشه. نهایتاً الگو اینجوری میشه روی پارچه. دو تا قسمت پشت داریم، دو تا قسمت جلوی شلوار. فاق قسمت پشت. با فاق قسمت پشت این دو تا کامل به هم دوخته میشن. فاق قسمت جلو به فاق قسمت جلو این دو تا به هم دیگه دوخته میشن. بعد خط پهلوی پشت با خط پهلوی جلو، خط پهلوی پشت با خط پهلوی جلو به هم دوخته میشن. بعد داخل پا این قسمت از این نقطه تا اینجا به این قسمت، از این نقطه تا اینجا و همچنین از اینجا تا اینجا به اینجا، از اینجا تا اینجا دوخته میشه و شلوار اینجوری کامل میشه. در قسمت بالاتنه، بالاتنه جلو رفته رو دولای بسته، یقش هم رفته رو دولای بسته، بالاتنه پشت رفته رو دولای باز و یقش هم رفته رو دولای باز. یادتون باشه که گفتیم این قسمت هایی که برش زدیم برای یقه حتما باید دوتا باشه و موقع دوخت داخل یقه رو به هم، دوتا رو به هم وصل میکنیم، برمیگردانین و نهایتا دولا به اینجا دوخته میشه. البته یادتون باشه قبل از اینکه این یقه رو دوباره به این بالاتنه دوخت بزنین، حتما باید این قسمت آبشاری یا کلوش رو بهش دوخت زده باشین. بعد برای قسمت پشتم که گفتم این دو تاست، اینم دو تاست، اینم از داخل یقه به هم وصل میشه برمیگرده و این قسمت هم همچنین از داخل یقه به هم دوخته میشه و برمیگرده. یادتون باشه قسمت پشت بازه یا زیب یا دگمه میخوره. برای دوختشم که میدونین دیگه، خط پهلو به خط پهلوی جلو، قبلش پنس رو بستیم، خط پهلو به خط پهلوی جلو این طرف، دوباره پنس هم قبلش بستیم و این دوتا به هم دیگه وصل میشه. همچنین برای کمر، در قسمت کمر یک سانتی متر بالاتر از خط کمر یک خط مشخصی رو برای جای کش معلوم بکنین. در قسمت شلوار هم همونطور یک سانتی متر بیاین پایین تر جای کش را معلوم بکنین. میتونین یه کش یک سانتی به اینجا بدوزین، به اینجا یک کش یک سانتی که چین هم محکم تر بشه، هم چین بیشتری داشته باشه. برعکس اینم میتونین بذارین، میتونین موقعی که اینو دوخت زدین براش اضافه را که تو زدین دوخت بزنین و کش داخلش رد بکنین، که در قسمت کمر شلوار و بالاتری که به هم دیگه وصل شده میتونین
هم برای قسمت پشت این کارو بکنین، هم برای قسمت جلو، که ما فقط برای قسمت پشت کش گذاشتیم، پس قسمت پشت شروال حتما باید کش دوزی بشه. اما برای این قسمتی که میخوایم این حالت کلوش یا آبشاری رو که برای یقه میخوایم آویزان بکنیم روی لباس، این قسمت حتما از یک طرف باید بروش خورده باشه. دقت کنین، این قسمت، این خط، اینجا ما بروش داریم، این بروش روی این قسمت وسط پشت قرار میگیره، یعنی اینجا روی این قسمت خط وسط پشت آویزان میشه و این قسمت بازه. اما این دایره که ما اینجا داریم، دایره داخلی، این قسمت دایره داخلی همان دور گردن لباسه، دور گردن جلو و دور گردن پشت لباس باید دقیقا به هم دیگه دوخت بخورن. برای اینکه دوخت این کار ما خیلی آسان تر بشه، بهتره شما قبلا اینو دولا دوختین، اینم دولا و اینم دولا، اینو کنار بذارین و بعد بیاین این قسمت سرشانه جلو رو به این قسمت سرشانه پشت وصل بکنین، قسمت سرشانه جلو این طرف به قسمت سرشانه پشت این طرف وصل بکنین، بعد بیاین از این وسط پشت شروع بکنین این هلال رو وصل بکنین کامل تا دوباره برمیگرده اینجا. حالا که این قسمت کامل به بالا تنه وصل شد، دیگه راحت این قسمتایی رو که قبلا آماده کردین بذارین سر جای خودش و دوباره بهش دوخت بزنین. بعدش سرشانه ها را به هم دیگه، اول میتونین سرشانه ها را به هم دیگه وصل بکنین در این قسمتی برش خورده و دوباره اینو سر جای خودش بذارین و به هم کامل میشه دیگه، لباس به هم دیگه دوخته میشه. برای قسمت حلقه آستین هم میتونین یا سجاف بذارین یا میتونین از نوار اوریب برای این قسمت دوخت حلقه آستین استفاده بکنین. اگه در تن مانکن دقت بکنین، میبینین این قسمتی که آویزانه و من یه مقدار رنگش رو تغییر دادم که شما بهتر اینو متوجه بشین که من چه کار کردم، این همون دایره است و اون خطی هم که من گفتم بروش بزنیم که باز باشه، چون ما میخوایم در قسمت پشت بروش خورده باشه و چون میخوایم زیب وصل کنیم یا جادومه وصل کنیم در قسمت پشت، همینجاست. ببینین اینجا آویزان شده این قسمت و اینجا هم وسط پشت لباس، دقت کنین وسط پشت لباس، اینجا ما زیب یا دگمه میدوزیم تا روی کمر و این قسمت هم دقت کنین، این قسمت هم بازم روی یقه، این قسمت هم بازم همون قسمت بازه، یعنی از اینجا تا اینجا ما زیب دوختیم و اینم که همینجوری آویزانه روی لباس، دقت کنین وصل نیست، این قسمت بازه، چون این قسمت که زیب خورده حتما باید جا داشته باشه که از هم جدا بشه، ولی بقیه یک تکه در اومده و خود یقه هم دقت کنین در قسمت پشت اینجا بازه اما در قسمت جلو باز نیست. ببینین در قسمت جلو کامل یک تکه در آمده و اینجا ما برشی نداریم و این قسمتی هم که دوباره ما اضافه کردیم به گردن لباس، اینم که رفته رو دولای بسته از این قسمت کاملا بسته است و باز نیست، در سرشانه دوخت خورده قسمت جلو به قسمت پشت و اینم دولاست. اما در قسمت کمر، همونطور که دقت کردین در قسمت کمر پشت ما کش دوزی کردیم این قسمت رو، میتونین از یک کش یک سانتی استفاده بکنین و اینو دوخت بزنین روی کمر، یا میتونین برای قسمت بالاتنی یک سانت جداگانه دوخت بزنین، برای قسمت شروالم یک سانت جداگانه که این قسمت کشی مقدار بیشتر بشه. اما مدلی که من انتخاب کردم برای کار رو قسمت جلو دیگه کش دوزی نکردم، دیگه این قسمتم به سلیقه خودتون، خواستین اینجا رو هم کش دوزی بکنین.